سلام و صد سلام در یکی دیگه از اولین روزهای سال 98 در خدمت شما هستیم تا ما هم به نوبه خودمون پیکی باشیم برای رسوندن بهار به خانه های شما. بله، معمولا میگه که تاسه نشه بازی نشه، ولی اونجایی که پای شادی و نشاط در میون هست، سه هم که بشه باز هم بازی نشه، چون که هر چقدر هم که از این شادی و نشاط داشته باشیم باز هم کمه و بیشترش رو خواهیم خواست. بله، پس ضمن اینکه آرزو میکنیم که در این سه روز به اندازه فراوون خنده بر لبها و شادی در دلهاتون نشسته باشه، ولی ضمناً آرزو میکنیم که برنامه‌ای که برای امروز هم در نظر گرفتیم باز هم خنده و شادی بیشتری برای شما فراهم کنه. خب این برنامه رو برنامه سنت معمول پیک شادی اجازه بدین که با خبر تو خبر آغاز کنیم. هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عزمایی که طبق معمول از پای منقل بلند شد، اومد توی تیویریش و اسم سال رو گذاشت سال رونق تولید، اونم در شرایطی که نه مواد خامی هست نه کارخونه یا نه پولی. مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. رونق تولید، باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. این هم تصویری از پرواز نظام در سال 98. این هم نگاه آخوندها به عید نوروز در کوتاه‌ترین بیان. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو، که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون، به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ سال 98 رو در حالی آغاز کردیم که روزهای دروغ درمانی آخوندا همچنان ادامه داره و تلاش میکنن با این خالی بندی ها خودشون رو سرپا نگه دارن. کشور ما از امترین کشورهاست به لطف خداوند متعال در منطقه. این هم تصویر گویایی از امنیت مورد ادعای آخوندا. پاسدار سلیمانی هم طبق معمول مشغول فوت کردن در بادکنک اقتدار نظامه. هیچ کشوری امروز به اندازه ایران اقتدار ندارد توی منطقه. در حالی که خبر لتوپار شدن نیروهای عظما در سوریه عالم و آدم رو پر کرده، این کارشناس مافنگی همچنان داره خوابهای پنبه‌دانه‌ای نظام رو تعبیر میکنه. الان سوریه میره به طرف بازسازی، سوریه میره به طرف بازگشت پناهندگان. خب ما و شرکت هامون نقش اولی رو بر اساس اون که خود آقای بشار اسد در سفر به آقای جهانگیری گفتن، اولین اولویت شرکت های ایرانی هستند. بذارید آخوندا به هر جایی که میخوان خودشون رو قلاب کنن، ته خط این مردم ایران هم که صافشون میکنن. حالا از این تبلیغات و جفسازی ها که بگذریم، میرسیم به اصل داستان که چیزی جز وارفتگی بسیجی ها و زوار در رفتگی نظام نیست.
فرمان گام دوم رو توی هزار نفر که بهشون سخن میگن فرمان گام دوم رو چقدر خوندید؟ یک دهم دست بلند کردن. بلند شدم سر پا گفتم قم حضرت رهبر آمادگی نداره برای پیام گام دوم تو رو بخواد اجرا بکنه، چون اصلا نخوندن دستورالعملای تو رو و انگار بنا نیست اصلا اون اتفاق بیفته. منظورش اینه که حزب‌اللهی ها تو این اوضاع و احوال حسابی دارن گیج میخورن و خودشون هم نمیدونن تو گام دوم چی کارن. از اون طرف تحریم ها باعث شده که حزب الشیطان هم زوارش در بره و به پت پت بیفته. عقوبات امریکیه من المتوقع ان تشتد على داعمینا و علینا. البته این وضعیت همه جیرخارهای نظامه، حالا باید بر سر دستمزدشون هم تو سر و کله هم بزنن. این بوفالوی هراسون هم طبق معمول کارش اینه که آژیر قرمز بکشه و نسبت به طوفانی که در راهه هشدار بده. شما الان دیدید دموکرات ها الان یه ماه در مجلس نمایندگان اکثریت دارن دیگه. یک مورد بوده که اینها یک نقدی به ترامپ داشته باشن درباره ایران؟ نه. چرا؟ چون احساسشون این هستش که سیاست ترامپ جواب داده. چرا جواب داده؟ چون به حالت ایدئال رسیده. چطور؟ تحریم های قبل از برجام هست، تحریم های بعد از برجام هست، محدودیت های هسته‌ای هست، نظارت های گسترده هست، همه چی هست. خب برای چی سیاست عوض کنه؟ این هم یه تصویر خلاصه از وضعیت نظام توی این روزها. مشنگستان این هفته رو با جمله ای از بنیانگذار مشنگ های نظام شروع میکنیم که خودش هم نمیدونه چی داره میگه. ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ لکن شیخ فری با سلسله ای از خالی بندی ها به عنوان مشنگ اول نظام معرفی میشه. دوم لرستان قول میدهم که تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بربنده. یکی نیست به این بگه تو چرا رئیس جمهور شدی؟ برو سناریوی فیلمای هندی رو بنویس. حالا اون رو ول کنید، این یکی رو ببینید. اگه پینوکیو بود دماغش از لایه اوزون رد شده بود. مردم سختی دارن، مردم مشکلات دارن تو زندگی روزمرهشون، امروز سختی دارن، سخته براشون، مخصوصا اونایی که حقوق ثابت دارن خیلی براشون سخته، اما در این حال به نظامشون، به مسئولینشون، این لبخند مردم به معنای اعتماد مردم به خادمان ما همینو بذاریم. این هم نمونه ای از اعتماد مردم به آخوند روحانی. اصلا مردم هر جا آخوند میبینن اعتماد خودش رو بهش نشون میدن. در رابطه با خالی بندی های شیخ فری کلیپ هایی هم درست شده و در فضای مجازی منتشر شده که یکیش اینه. ما انشاءالله به زودی در هفته های آینده با موشک های ساخت خودمون دو تا ماهواره رو انشاءالله
به فضا خواهیم فرستاد. شاهد عبور موشک کروز هواپایه از مقابل جایگاه هستیم. ما آمریکا را زیر پا می‌گذاریم. پیامی که نصف مخابره شد، ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید. خلاصه این که تو این اوضاع و احوال آخوندا حسابی تو فاز بدشانسی هن و خر مراد حسابی زیر پاشون رو خالی کرده. ببینید کار به کجا کشیده که بچه های کشته های جنگشون هم اینجوری بهشون تیکه میندازن. آقای فرماندار، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو مسئولین ما میکنن. خب اینجوری که اینا تو سر و کله هم دیگه میزنن، معلومه که به زودی کارشون ساخته است. دغدغه آخوندا هم چیزی جز همین آخر و عاقبت داغون نظام نیست. ببینید این آخوندتانگه چطوری به دست و پا افتاده. ولی بعضیا یک ذره شکمشون مشکل دار میشه، با انقلاب مشکل دار میشن. بله گرونی ها سخت، گرفتاری ها سخته، نباید هیچ کدوم از اینا باشه، ولی معناش این نیست که مشکلات شد ما دست از انقلاب برداریم. مردم ما تو 22 بهمن نشون دادن تا آخرین نفس پای انقلاب هستن. اگه تا به حال تصویر درستی از موسیقی حلال نداشتید، حالا با حرفای این شلغم نپخته همه چیز دستگیرتون میشه. اصلا روایاتی داریم و فتوایی داریم که مستحب به گوش کردن حلالا. اصلا موسیقی ها رو معرفی کردن، گفتن گوش کنیم مثلا صدای بعبع گوسفند عمر زیاد میکنه، صدای شهی اسب عمر زیاد میکنه، صدای آبشار که میرزه پایین عمر زیاد میکنه. بله موسیقی هایی که مطلوبه چرا با. در پایان توجه شما رو به یک دابسمش بی کلام جلب میکنیم. تزلزل و ناتوانی در تصمیم گیری روشن و قاطع از اون علامتهای خیلی واضح دلگرماندگی و بنبست رژیمه. اینقدر نمونهاش هم زیاده، اصلا لازم نیست آدم بگرده تا انتخاب بکنه. هر روز نمونهای جدیدش رو میشه در اخبار دید. بله دونه درشتاش رو در داستان برجام نافرجام دیدیم. خامنه ای بالاخره توان نداشت که یک موضع قاطع بگیره و یک آره یا نه بگه. مذاکره بکنید یا نکنید، بالاخره برجام رو آتیش بزنید یا نه. صد جور با زبون بازی و شارلاتانیسم آخوندی پیچوند، ولی این اواخر دیگه حتی بسیجی های مشنگ رو هم نمیتونه سکول بزنه و برای عالم و آدم روشن شده بود که نظام توی یه چیزی شبیه به باطلاق گیر بله. کرده. نمونه اخیر این سردرگمی و گیجبازی هم با سر داستان FATF اون لوایح چهارگانه بود. اینکه بالاخره به اروپا اعتماد نکنن یا به سازوکار رقیق شده اروپایی یا همون اینستکس تن بدن. کلن سر همه چیز هم آره هم نه. بالاخره رابطه با اروپا خوبه یا بده؟ اینا رو بایستی
اینجوری با این چشم باید نیاد. بدن اینا، اینا خیلی بدن. بنده یک سینه حرف دارم در زمینه اروپاییان. اروپا بده، بدبخت. اروپا بده، بد 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 بد، خیلی بده، بد 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 بد. با ما قاطی کرده اروپا، قاطی پاتی کرده اروپا، برجام این شیخ حسن و اسخاطی کرده اروپا. اروپا بده، بد 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 بد، خیلی بده، بد 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 بد، بد 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 بد. بشکه‌ی نفتامون و برد پول‌های بانکامون و خود، یه وقت دیدی عزمای ما مثل امام افتاد و مرد. اروپا بده، بد 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 بد، خیلی بده، بد 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 بد. عزما ما فنگی شده، خروس جنگی شده، زیر فشار تحریم حسابی رنگی شده. عزما بده، ببخشید، اروپا بده، بد 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 بد، خیلی بده، بد بد. امروز بعد از نزدیک به 6 سال که از دولت روحانی میگذره، یک کسی روی توخالی بودن وعده‌های شیخ فری ابهامی نداره. نیشخندهای روحانی که از رونق اقتصادی و کاهش نرخ دلار در سال 97 حرف میزد، امروز دیگه برای مردم به مضحکه‌ای نفرت انگیز تبدیل شده. بله، البته شیخ فری که در سال گذشته رسماً به سیاست گفتار درمانی رو آورده بود، بازم به همین روش آسمون ریسمون به هم بافتن یا به قول خودش امید درمانی ادامه داد تخت باز. حالا این امید درمانی چطوری کار میکنه؟ مثلا روحانی میگه قاچاق زیاده چون گوشت در کشورهای همسایه گرونتر از ایرانه، تا این احساس رو ایجاد کنه که در ایران همه چیز ارزونتر از کشورهای دیگه است. ولی روحانی این قسمتش رو نمیگه که حداقل حقوق کارگرای اون کشور چند برابر حداقل حقوق کارگران ایرانه. بله، یا مثلا نمونه دیگه‌اش سال گذشته شاهد بودیم در مقابل موج اعتصابات کامیوندارا، هر بار یک افزایش نرخ کرایه اعلام میکردن، بعد که میرفتی در عمل میدیدی که انقدر تبصره داره که هیچ چیزی جز همون امید درمانی که در واقع اسم مستعار دروغ درمانی روحانی هست نبوده. ها چیه چته؟ باز چرا زانوی غم بغل گرفتی تو؟ بازم کشتیات غرق شده؟ چی بگم والا، سر یه دوراهی خیلی بزرگ گیر کردم، نمیدونم چیکار کنم، نمیتونم تصمیم بگیرم. خب سر کدوم دوراهی گیر کردی؟ بگو شاید یه چیزی هم به عقل من برسه. آخه چجوری بگم؟ ببین، گزینه اول یه خونه ویلایی 1000 متری تو قیطریه با استخر و سونا و جکوزی، نوساز، پارکینگ اختصاصی، باغچه، همه امکانات. گزینه دوم یه پنتهاوس 550 متری طبقه آخر یه برج باغ تو زعفرونیه با منظره کل تهران، نماسنگ، کف پارکت، امکانات هوشمند، ارتفاع سقف 6 متر با 10 تا پارکینگ. خب بعدش؟ همین دیگه، الان بین این دوتا گزینه گیر کردم. یعنی چی بین این دوتا گزینه گیر کردم؟ چه دخلی به تو داره این گزینه ها؟ یعنی این که الان سر دورایی گیر کردم، نمیدونم کدومشو بخرم. بخری؟ الان یه اتاق اجارهی تو ایستگاه جوانمرد قصاب داری، 6 ماه هم هست که کرایت عقب افتاده، بعد میخوای از اینا بخری؟ چیزی مصرف کردی؟ نه خب، حتما قبل اینکه از بین این دوتا گزینه یکیشو بخرم، میرم پیش صابخونه اجارهای عقب افتادمو تسویه میکنم، بعدش با خیال راحت میرم یکی از این دوتا رو میخرم، نمیدونم شایدم هر دوتاشو بخرم. من دیگه مطمئن شدم که تو یه چیزی مصرف کردی، حسابی تو ابر رو. نه والا، تو مگه خبرها رو نمیخونی؟ نه والا، من زیاد وقت واسه خوندن اراجیف این آخونده نمیذارم. چی هست؟
خب اگه خونده بودی متوجه می‌شدی چرا سر دو راهیم. بیا ببین، بیا اینا اینجا رو ببین. خبرگزاری مهر گفته که حق مسکن کارگران 100,000 تومان شد. دیدی 80 تومان بود، حالا شده 100 تومان. الان من واقعا سر دو راهیم که با این 20,000 تومان اضافی کدوم یکی از این دوتا رو بخرم. راستی یه گزینه دیگه هم هستا، یه ویلا تو لواسون با استخر اختصاصی و باغ و محوطه تفریح، دوتا هم آلاچیق سنگی، شومینه هم داره ضمناً. این بهتر نی؟ داستان اجلاس ورشو هم مشمول همون الگوی کلی ضربات به رژیم بود. اول تلاش برای این که بگه هیچی نیست و یه کنفرانس ورشکسته است مورد بی‌اعتنایی بین‌المللی هم قرار گرفته. بعد که دید 70 کشور نماینده میفرستن، تلاش کرد بگه که ما اعتنا نمی‌کنیم، ما هیچیمون نمیشه. در این حال همه تلاشش رو هم داشت از کانال‌های مختلف انجام میداد، از جمله همه کانال‌های دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک، که تو این کنفرانس شرکت کنه. آخرم راش ندادن. بله، بعدش هم که با حضور قدرتمند هموطنانمون در ورشو آلترناتیو این نظام توی چشم‌ها فرو رفت و حسابی خورد تو پوزش، آه و فغانش به هوا رفت که شما ملعبه دست مجاهدین بودید، وگرنه اینطور قاطعانه علیه نظام موضع نمی‌گرفتید. انعکاس این ضربه سنگین رو فک عظما رو میشد در همون روزها در اخبار تیویریش از ورشو به خوبی حس کرد. شکست اجلاس ورشو، کسادی بازار اجلاس ورشو، شکست توطئه دشمنان نظام در ورشو، شکست نظام در ورشو، ببخشید شکست ورشو در نظام، 80 کشور دورافتاده و پیش و پا افتاده دنیا در روستای دورافتاده‌ای به نام ورشو گرد هم آمدند تا قدرت نمایی نظام در حماسه 40 سالگی را تلافی کنند. کشورهای تازه استقلال یافته‌ای همچون مجمع الجزایر آمریکا، شبه جزیره آلمان و انگلستان سفلا و اولیا و همین فرانسه از جمله این کشورها بودند. این در حالی است که کشورهای قدرتمندی چون ایالات متحده فدرالیته توتالیته ترشیلیته چون لبنان و عراق از حضور در این نشست سر باز زدند و آن 80 کشور را منزوی کردند. اجلاس ضد ولایی ورشو، گفته می شود این اجلاس به دعوت یک گروهک فراموش شده دشمن نظام تشکیل شده. شرکت کنندگان در این اجلاس میخواهند با گران کردن گوشت، مرغ، رب گوجه و کلم بروکلین بین مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی فاصله بیاندازند. آنها میخواهند با نهادینه کردن اختلاس در بین آقازاده ها اعتماد مردم نسبت به روحانیت را خدشه‌دار کنند. ببخشید، به ادامه اخبار توجه فرمایید. همزمان با این اجلاس ضد ولایی، گروهی معدود و اندک و محدود و انگشت شمار و یه خورده و خیلی کم که اصلا هیچکی نبودن، اقدام به برپایی یک تجمع معدود، اندک، محدود، انگشت شمار، یه خورده، خیلی کم و اصلا هیچ کاری نکردند، بله، و در فضای مجازی به کمک تعداد معدود، اندک، انگشت شمار و اینا ربات اقدام به ایران هراسی کردند. یکی از این ربات‌ها که توسط پلیس فتا دستگیر شده از سناریوی شیطانی آنها پرده برداشت. با سلام به امام راحل، من یک ربات پشیمان فریب خورده هستم که توسط دشمنان نظام طراحی و برنامه ریزی شدم. آنها هشتک مرا شستشو می دادند و من را به زور توییت، ری توییت، فیو، لایک و فوروارد می کردند. اکنون بعد از حماسه 22 بهمن و شکست نشست ورشو، من به لشکر سایبری نظام می پیوندم و بیانات مقام عظما را ری توییت می کنم. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. مطابق اخبار رسیده، موضوع ایران از دستور کار اجلاس ورشو خارج شد و آن 80 کشور تصمیم گرفتند با برگزاری یک دوره مسابقات گل کوچیک دوستانه به مناسبت دهه فجر و به صورت تیغی به کار خود پایان دهند.
آخرین خبرها حاکیست که اصلاً چنین اجلاسی قرار نبوده برگزار بشه. اصلاً در لهستان شهری به نام ورشو وجود ندارد. اصلاً لهستان در جنگ جهانی دوم از بین رفته. اصلاً خود مقام عظما الان سالمند، پرنشاطند، پیاده روی میکنند، کوهنوردی میکنند، اصلاً نیاز به جانشین ندارن که. ادامه اخبار. توطئه دیگر در ورشوی لهستان. آقا وضعیت مملکت از برهه حساس کنونی یهوی تبدیل به وضعیت بکشی بالا میکشن پایین شده. اینجوریه که مسئولین میکشن بالا، پشبندش مردم میان میکشن پایین. مثلا تو دزفول و اندیمشک بعد از یه دعوای سیاسی مسئولین این دو شهرستان تصمیم گرفتن که یه طاق بستان وسط جاده بکشن بالا که روشم تصاویر چند تا از این نفله شده های مدافع بشار اسد چسبونده بودن، ولی به دو ساعت نکشیده مردم این منطقه دست به دست همدیگه دادن و کشیدنش پایین. بعد مسئولین به زور و ضرب جفتک اندازان ناجا رفتن دوباره کشیدنش بالا، اما بازم مردم جمع شدن و اومدن کشیدنش پایین. البته این بکش بکش فقط برای اون منطقه نیست، در حال حاضر در سراسر کشور شاهد وضعیت بکشی بالا میکشن پایین هستیم. مثلا نیروی انتظامی هموطنای ما رو تو خیابون با ون میکشه بالا، مردم از تو ون میکشنشون پایین. این کشمکش دو طرف داره. آخونده و پاسدارا هرچی گیرشون میاد میکشن بالا، از مال مردم گرفته قیمت دلار، گوشت، مرغ، پراید، قیمت سکه، طلا. از این طرف هم مردم مشغول پایین کشیدنن، از عکس‌های منحوس خامنه‌ای و خمینی گرفته تا عمامه آخوندا تو مترو. خلاصه همین روزاست که این بکش بکش‌ها منجر به پاره‌پوره شدن نظام ولایت بشه. اون وقته که مردم اول از همه معظم الله رو میکشن پایین، بعد میرن کاخ قبر خمینی اونو میکشن پایین، بعد فراری‌های سپاه رو از تو سوراخ موش میکشن بیرون، عمامه آخوندا رو هم میکشن. خلاصه هر چی که دم دستشون بیاد و با هم دیگه میکشن پایین. خب رسیدیم به پایان وقت برنامه، البته باز ما فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. بر چقدر خوبه که خداحافظی همیشه همینجوری کوتاه مدت و موقت باشه و یک امید دیدار نزدیک پشتش باشه. بله، و من این یادآوری رو هم بکنم که طنزهای ما در مجموعه پیک بهاری رو شما میتونید مثل همیشه در شبکه‌های اجتماعی پیک شادی دنبال کنید، در تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب ما همه اونها هستن و میتونید پیگیری کنید. تا فردا، خدا نگهدار همه شما.